سلام و تازگی دارد هوای پاک بامیانم، از علاقایش صدای مهر و آرامش می آید. می رویم به بند امیر، جایی که رنگ آبیش خیال آدم تازه می کنه و آرامش می تبر ما. اما پیش از او گذر می کنیم، از علاقا دیدن می کنیم و همچنان قرغنتو، مرکز قرود در بامیان. پس با ما باشین و های میدان و تای میدان را دنبال بکنین. این من، این شما و اینم طبیعت زیبای بامیان. گرمی زندگی را می توان از دورنمای غیژدی ها مشاهده کرد. کودکان در اینجا دنیای خودشان را در دل طبیعت با خانواده هایشان هر روز صبح با رفت و برگشت گوسفندان به صحرا می گذرانند. زندگی در ایلاق ها شیوه دیگری دارد و انوز هم زندگی مردمان قدیم را می توان در جمع و جوش این خانواده های ایلاق نشین مشاهده کرد. دوستان و عزیزای دل، در مسیر راه هستیم و حالا به جای رسیدیم که اینجا ایلاقایی است که امی هموطنای عزیز ما اینجا مواشی خودشان میارن و در اینجا زندگی میکنن. پس میرم با یک از این ایلاق نشینا صحبت میداشته باشم، این که چه قسم یک زندگی دارن و همچنان در این دشتی که ما هستیم واقعا یک طبیعت خیلی زیباست و آب و هوای نسبتاً هم سرد که امروز است. دیگه برم یک ذره صحبت هم داشته باشیم. سلام علیکم کاکا، خوب بخیر، سلامت، خوب هستین، صد سلامت، بخیر سلامت، خیر بخیر هستین، خیر دارین، جان ما خیر، خیرت بخیر هستین. میمون کار داری نداری؟ میمون سری چشما خوب است ان شاء الله، فضل خدا. میشه خدا به تمام دوستا هموطنا عزیزم معرفی کنی نام مبارک چی؟ محمد علی هستم از یکاولنگ، از ولایت بامیان، ولسوالی لمبریگ یکاولنگ. ولسوالی یکاولنگ چقدر یک ولسوالی زیبا و ولسوالی نامی است. بسیار خوب، ولسوالی زیبا و نامی سرسبز. بله بله. چی میکنین ایجا دیگه در ایلاق؟ چقدر وقت می باشین؟ مواشی هم آوردین ناوردین؟ به خاطر مواشی آمده، به خاطر گومال آمده، می ایلاق می ایلاق چری آمده. علی جان چقدر مال آوردی بخیر؟ مال 200 دانه. 200 دانه چی است؟ گاو از گوسفند است؟ تنها گوسفند. خب تنها گوسفند است، دیگه گاو نداری؟ گاو داریم، گاو هم 140 دانه است. خب خب، چطور است دیگه گوای شیریز دیگه؟ گوی شیری جارای. خب خب، بسیار خب. من مادر ما رو ببینم کمی جا مصروف است. خیلی خوبه. مادر جان اجازه است؟ اجازه است. خوب هستی؟ صد خوب است. خدا ان شما خوبید، بخیرید. تشکر، سلامت باشی. میشه نام مقبولتان برای بیننده ما بگویی؟ نام فاطمه. خب فاطمه، مصروف چی هستی در گل صبح؟ چی جور میکنی؟ شیربرین جور میکنم در میمانا. خب میمانا از رای دور آمده. بخیر باشی، بسیار زیاد تشکر، سلامت باشی. تو اگر اجازه تان باشه مادر جان ما ببینم. ببینیم. به به، چو خوب یک شیر وطنی. نره شیر گوسپند. شیر گوسپند. بله دیگه. اما تو برنج هم برنج وطنی. برنج وطنی داشتم شیر برنج کنی در میمانا. بخیر، سلامت باشی. دوستا ایجا یک ذره شمال هم هست دیگه، باز چطور پخته میکنین در شمال؟ مجبوره دیگه، یعنی زندگی مانه دیگه، در مزی شمال، در مزی خاک، باد، پخته میکنی دیگه. پخته میکنین، بله. دوستا در پایین شمال تو خار کویی هست دیگه، خاره ای هست که از امی تپه ها و دامنه ها جمع میشه و امینجا دیگ پخته میکنن، خیلی هم جالب هست دیگه. مادر جان خوب. گرده خواگه، یعنی منجا مجبوره دیگه، پخته میکنه زندگی منه می دیگه. بله، خداوند اجر نصیبت بکنه، همیشه وقت همه تو خوش باشی، از زندگیتان به خوبی و خوشی سپری شوه. برای ما از امی آروسی هایی که در ایلاقا میشه بگو، چه قسم از آروسی ها، چه قسم جمع جوش داره، چینان پخته میکنن به در آروسی ها؟ در آروسی ها گو مکشه، گسپن مکشه، برین میره. خب قابلی جر میکنه دیگه، مردم زیاد جمع میشه.
اسپار سوار میشه. خو یعنی میجا بری را اسب سوار میکنه، داماد اسب سوار میکنه، یعنی میجا بسکشی میکنه و سیل میکنه و خیلی خوبه دیگه. جمع جوش زیاد است دیگه. باز قلین آمست ایجا ای طرف ها میانه، طرف سمت شمال خوب بیشتر قلین میگن. آره قلین داره، به قلین نمیشه توی دیگه. به قلین نمیشه. چطور است؟ باز قیمت است یا ارزان است؟ قیمت است، 3 لک، 3.5 لک. باز غذای محلی تان چی از زیادتر چی پخته میکنین در فامیلا؟ زیادتر کچالو پخته میکنی، برنج پخته میکنی، کشکاو پخته میکنی، یعنی غذای مانه دیگه. غذای کشکاو باز چی است؟ کشکاو یعنی خمیر تنک میکنی و را دمانه او پرته میکنی، ولیش دوق شو میکنی و باز قچمچه و چی میکنی و کشکاو. کشکاو ما تا حالا نخوردیم، زیادتر غذاهای محلی را خوردیم. انشالله که یک روز بتانیم کشکاو هم بخوریم که چی مزه میده. آره کشکاو خیلی مزه میده. انشالله بخیر. دیگه ای هم دیگه دمیال جور شدن است که بخیر آماده شود که یکان چمچان بزنیمش. خودت دور گرفتی مادر جان، ما مجبور دیگه ما پخته کنم. دوستا میبینین که اما تو آیسته آیسته جوش میخورد تا ای که دیگه بخیر این شیربرنج مزدارم آماده شود و چای صبح یک شیربرنج مزدار بخوریم. بریم خیلی یک جای بشینیم که از این فضا هم لذت ببریم. دو دقیقه پاس پخته میشه. خب کجا بشینیم ما و خودت؟ خیمه مو تو خیمه بشینیم. خیمه بشینیم. خوب است که از فضای خیمه هم یک دفعه لذت ببریم. آفرین. بریم بخیر. اوه اینا خوب مرغک هم است اینجا. نه میخریم اینه؟ میخریم. چند است قیمتش؟ 12 صد. 12 صد؟ تخم طلایی خو نمیتر اگه 12 صد؟ دو تخم میده. همزمان؟ همزمان. چقدر خیلی خوب مرغ است. این ما 15 صد میخرمش خیلی. بریم بخیر. یک فضای مقبول و خوشنده بیشینیم از این فضای داخل ایلاق یا داخل خیمام لذت ببریم. اما تو بسیار فضای خوب است. بسیار خوب. با ما خوشایند است، مزدار است. با خودت چطور؟ نظمم خوبه. اینی بغلک های بالاگک های کمان یا می تیرایی که زدین به خاطر عزیز که دیگه اما تو استاده باشه در مقابل شمال چیست؟ یه می چوکا چه می رخمه. خب یه تو تیار است دیگه. یه تو تیار کرده است. زیادتر بازی مالداری یک میکنین از این چی حاصلات محصولش چی است؟ حاصلات چی؟ روغن، قروت، بره، یعنی میده حاصلات چیه دیگه؟ بسیار خوب. همه قروت قرغنتو بسیار خوب است نه؟ نه قروت قرغنتو فریمو هم است. زیاد هم است نه؟ زیاد است. خیلی خوب است که همی شیربرنج که بخیر خوردیم یک شکر. ما برم دیگه طرف قرغنتو ببینم که چطور است، چند رقم قروت است، کلش ببینیم با دوستام نشان بدیم. قروت یک رقم است، چند رقم نیه. خب چطور شد شیربرنج آماده نشد؟ یک صدا که بخیر شیربرنج هم بیاد. میه شیربرنج میه یک 6 دقیقه دیگه ما وسیله کنم. اینا اول 2 دقیقه اوجا گفتی، حالا چقدر صحبت هم کردیم باز میگی 6 دقیقه دیگه. خب دیگه ایلوغه تگاو نیه. ایلوغ شمال است باد میزنه دیگه شیر. باش که چای هم آوردی بخیر؟ چای در رفیق آوردیم کی؟ خوب چای هم از دقیقت من این چای خوش گذیره از چه قرارای دور بیاری؟ چای خوش گذیره؟ از بامیان میرم. خب از بامیان است. بیزن ای هم دیگه بیزن رفیق. چیک بوی خوبی داره ای چای. نه دوست داریم، ما میمانو دوست داریم. بخیر باشی. و ناگفتنمونه دوستا که چای زیاد خوردیم، چای کره، چای گاز، چای آبگرمی، یک از دیگه چای چی میگن؟ دگدان. دگدان این چای دگدان است. ایلاقا اینا بخیر. دوستان مادرم هم آمد و شیربرنج هم آماده ساخته. خسته نباشی مادر جان، دستای درد نکنه. درد نشه.
دوست عزیز میبینین که چقدر یک نان تنوری خیلی هم خوب. مادر جان نانم خودت میپزی؟ آره نانم خود میپزم. خب این از شیر برنج هم آماده شده بخیر. این شیر برنج بید بخورید دیگه مهمان های عزیز. بخیر و سلامت باشی. ایره مادر جان خودت بگی خیلی ما و خودت میگیریم. خوب است؟ نه بیزن فوق العاده است دوستان. شیربرنج مزه‌دار. مگم مادر جان دهی شیربرنج به جای بوره نمک مندازین؟ مو نمک منزه بوره خوش نداره نمک پرتم کنی. شیربرنج شیرین خورده بودم دوستا، اما ای اولین بار بود که شیربرنج شور خوردم. مزه‌دار است دستای درد نکنه. خداوند همیشه وقت زد نصیبت بکنه، صحتمند باشی، سرحال باشی، اما تو نور و نمک امی ایلاقا باشی. الهی آمین شما. بخیر و سلامت باشی. دوستا عزیز من آیستایست همینجا شیربرنج میخورم. تشکر میکنم از شما هم. مادر جان از شما هم تشکر میکنم. دستایتان هم میبوسم. دوستا شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. هنوز داشتهای خیلی جالب داریم. الان میریم به طرف قرغنتو و بعدش هم قدم زده نه که راز زیاد است، با موتر میریم به طرف بند امیر. قرغنتو یا هم مرکز قرود در بامیان، مکان مناسب برای خرید و فروش قرود و محصولات زراعتی می باشد. به گفته مردم قرود این محل بیشتر از ایلاق ها می باشد که اینجا برای فروش می آرند. قرود گوسفند کیفیت و بهای بیشتری نسبت به قرود گاو دارد. بیشترین مشتریان منطقه قرغنتو گردشگرانی است که برای سیاحت به ولایت بامیان به ویژه به بند امیر می آیند و از این منطقه برای خود و دوستانشان قرود خریداری می کنند. عزیز رسیدیم به بازار قرغنتو، جایی که در بامیان اینجا قرود خیلی خوب و مزه‌دار داره. همچنان مسکش، روغن زردش، دوغش، تمامش نامی و فوق العاده است. پس خوب است که در این قسمت هم بریم با یکی از دکاندارایی که محصول هستن بیشتر صحبت بکنیم که از کجا میارن، چند رقم قروت است. شما ما را دنبال بکنیم. دوستای عزیز الان آمدیم در یکی از دکانهای لبنیات فروشی که کاکا غلام سخی هم در کنار ما است تا بیشتر در مورد از این قروت هایی که در اینجا به فروش میرسه برای ما بگه. کاکا جان چطور هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر است انشاءالله؟ شما خوبین؟ خیره دیم؟ بخیر و سلامت باشی؟ خوش آمدین برای ما. قربانتان، تشکر. چقدر دیر است که خودت در منطقه قرغنتو دکانداری میکنی؟ ما تقریبا 20 سال است همین دکانداری میکنی. 20 سال؟ حال از این قروت ها برای ما بگو، اینجا رقم قروت است. چند رقم قروت است؟ کدام قروت خوبش است؟ یه قروت خوب سرش برار می، یعنی از زمین مشک که میزنه دو قد داره و میجوشنه. خب فرمایشی جور میکنه یه سری 4000 بای داره. یعنی قروت از چکه جور میکنه، قروت گوسفندی است یه سری 3000 بای داره. و اونو قروت دیگه گوی از سری 2000 بای داره. ما فعلا یعنی میگه سه رقم قروت دارم برار. سه رقم قروت دارین؟ خب اینا پیشتر که دوستا در ایلاق بودیم اونجا بر ما گفت که یک رقم قروت است. حالا آمدیم دیدیم که سه رقم است. خوب است. قروت اولی میشه که امو امی که گفتی دیگه دوغت داره و میجوش ندادی او بسیار بیترین قروت میاد فرمایشی میاد. او گوسفندی است همه تو درست است؟ گوسفندی ها گوسفند. قروت گو قدر گوسفند بای نداره.
گو ارزان است؟ گو ارزان است. چطور که گو ارزان است؟ گو از یه ارزان است. اگر خودش کلان قروتش رو ارزان است. جی تمام چیز خداوند بزید گوسفند گوشت هم لذت داره، شیرش هم لذت داره، هر چیزش لذت گوسفند بالا است بیرام از گو. بله بله. فرودی خب... گو روغن نداره. خب در مجموع دوستا هر چیزی را که خداوند خلق کرده بله. تمامش به خاطر مفاد و سود ما است. اما تو سنه بله که بله. خب در این شگرا چی است که شگرا... خالی است فعلا در چی می باشه؟ حلماق میگریم ولی مول گرمی است در اخجال ماندیم. خب خب کالا خراب نشد اگر خراب نشد بله گرم خراب نشد گرچی که ما که در بامیان همی که بامیان رسیدیم به دوستا گفتم که هوا در بامیان سرد است نه؟ بله دیگه اینجا همیشه وقت فکر میکنی که زمستان باشه اینجا همیشه سرده دیگه آه این از زمستان گفتم از کلاه خودت معلوم است که همیشه وقت سرده است بله اینجا سرده از سردی این تمام چیز از این لذت داره بیرون ماسش لذت داره یعنی قیماقش قرودش بسیار خوب قرود داره اینجا دیگه باز زیادتر از این را دیگه از این ایلاقا میارن اینجا از ایلاقا در ایلاقا در موتر میریم در موتر سکیل میریم ایلاق در ایلاق باز جمع کردیم میاریم در دکانا خب باز اینجا میارن قرود خودت جور نمیکنی؟ قرود چیزی که مالگه و خانه داریم جور میکنیم که نمکه از مردم خریده میاریم خریده؟ از ایلاقا چطور از باز هموطنهای ما مردم به طرف پارک ملی بند امیر میرن این روزا حتما دیگه فروشاتان خوب از زیاد است دیگه بینمی چند روزی که یک شدم زید باد خوبه از او پیش نبود سوگری کسی نبود خریداری که مخلوق بیایی میکنه که نباشه هیچ انشالله که بخیر دیگه روز و روز رونق میگیره و کاروبار خودتان خوب شده میره توکل با خدا از این پیش نه سوداگری بود نه دیگه بود نه کار بود نه بار امزید باد فضل خدا خوب شده تنها کار میکنی جا یا بچه هم هستم راید کار میکنن بچه هم میاره از ایل آقا قرود میاره بعضی وقت خود ما میرم میاریم خب خب مالدار هم هستی حتما دیگه ها مال هم داریم کم تو خب خوب است خدا را شکر دهی بشکا دیگه دوغ است نی؟ دهی بشکا دوغ است ها دو قصد این بشکه کی فروخته میشه یک میشه که برای من بدی که ببینیم 5 کیلویی است یعنی بده 100 افغانی است خب 100 افغانی 5 کیلو دو 5 لیتر دو بله 5 لیتر یعنی میره از چی میاره از کابل خب این از کابل میاد شرکت یعنی میاره میاریم با دشی دوغ میندازیم خب 30 افغانی یار بشکش از کابل میارین دوغش از همین جاست دیگه خیر بگیری خب درست درست من فکر کردم که در این جایی که قرار دوغ است و چکس و ماست است چطور که دوغ از کابل میاد خوب شد که مشکل ما حل شد آفرین بشکه از کابل میاد دوغ ماست اینجاست اینجاست خب خیلی خوب است که بشکش که از کابل میاد دوغ از اینجاست دیگه این دوغ وطنی یک بشکه از این دوغ هم امرای خود میبریم دوستا بخیر از جوانی ها برای ما بگه از روز و روزگار جوانی این مورد بسیار یعنی در مالداری علف دیره میکنی یک علف خار میگه قدونم از او بوته میاری دیگه کنم سوختی سه نداره گاز داشته باشه یا نفت داشته باشه یا زغال داشته باشه فقط اونم بوته بیارو برادر آتیش کو خبیشتر میشه جوانی از مو یک جوانی تیر نشد که خیر بینگره یک آدم این دو ماه باره یعنی کسی یک دکانداری داره قدین زیاد ساعت تیر میکنه کسی که نداره میره و مزو علف دیره میکنه در مال گو از علف جمع میکنه و اونمو رو در دایمو برا و زمستان کشود اونمو رو قیله کرده میده الله و بستی دیگه فقط زمستان دیگه در خانه باشی و از اینمی در خانه باشی و اونم بالا گم خوره علاف بیدی دیگه خلاص علاف بیدی دیگه کاروبار نیست نه دیگه هیچ کاروبار نیست دیگه این بود انشالله خداوند مهربان است بشک سفر هم کردی گاهی وقتا با ولایت های دیگه افغانستان هم یا نه دیگه وقتا نه نه هیچ جای نرفتیم در سابقه گذشته ها در سابقه رفتیم فرد خدا سابقه در جوانی خیراق رفتیم مکه عربستان رفتیم خوب پاکستان رفتیم بله فکر میکنم که تا بند امیرام راه زیاد مانده چقدر راه مانده باشه نمانده نیم ساعت راه مانده نیم ساعت راه مانده نیم ساعت بخیر از قناتو مورین در بند امیر انشالله که بخیر بریم بس خوب است که برای ما یک ذره اگر از همون قروت خوبتر که گفتی دیگه خودت هم جور بکنی که همراه هم دوستا خورده خورده بریم طرف بسیار بند خوب. امیر بسیار خوب برار ما بریم یعنی بزید قروت در تو میمانم سایب کموره خب ای گفتی هم خوبترین قروت همی هست یا ای بالایش؟ هر کنمش خوش هست تو بیوانم و اردویش و گزپندی هست خوبش نه از امو خوبش بتا دیگه دو همکارا اشاره دارن میگه قرو که میگه دل از ما کدی ما از دل خو میدم اگه شما خوش میکنین مهمان هستید هزار دفعه خوش کن ده خوش خود بگیر نه از به دل خودت یک ذره بر ما طول بکو خوب ان شاء الله که همکارا ما حسابش پرداخت میکنه امرای همی دو دیگه ما به خیر میریم طرف بسیار خوب بنده بسیار امیر بسیار خوب چی قدر ده شما
یکم قباشه که خورده خورده بریم بس کفایت میکنه. نیم کیلو درسته؟ انشالله بیخی بس است کفایت میکنه. عزیزای دل شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. هنوزم طبیعت زیبا و داشته های جالب ما باقی مانده. انتهای این جاده منتهی است به نخستین پارک ملی یا هم بند امیر. بند امیر از جمله مناطق زیبای گردشگری کشور می باشد که سالانه شاهد حضور پررنگ گردشگران داخلی و خارجی می باشد که در رشد اقتصادی و تأثیر فرهنگی ولایت بامیان با ارزش دانسته می شود. گفتنی است که در این منطقه 7 بند به نامهای بند امیر، زلفقار، پودینه، پنیرک، هیبت، قنبر و غلامان نام دارد و طبیعت اطراف آن به عنوان اولین پارک ملی افغانستان ثبت شده. دوستا و عزیزای دل، حالا هم رسیدیم به بند امیر، پارک ملی و جایی که من قسمی که اینجا میبینم هم از طبقه اوناس و ذکور از سمت ها و ولایات مختلف اینجا برای گردش و تفریح آمدن تا امی روزا را در این آب و هوای خوب بند امیر به خوبی سپری بکنن. قسمی که شما میبینین دوستا امی بازاری است که در بند امیر است و بیشتر گردشگرا کسایی هم که میان برای سیاحت به اینجا، از اینجا یک کلاه شپو و همچنان بعض دوستا را که میدیدم دستمال گردن هم و دور گردن خود میگیرن. پس خوب است که می فرهنگ ما هم پیاده بسازیم. سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ چطور هستی؟ بخیر هستی؟ خوش اومدین. اسم مبارک میشه خدا به دوستا هم. اسم مرگ که محمد داود هستم. داود جان، داود جان چقدر دیر میشه که خودت در بازار بند امیر مصروف فروش همی وسایل هستی؟ 6 سال میشه. 6 سال میشه. وطن کجاست؟ همی ولایت بامیان. ولایت بامیان است. همی منطقه بند امیر هستیم. خیلی خوب، خیلی خوب. ما گفتم که بیشتر دوستا و هموطنان ما که میایند گفتم یک کلا و دستمال دیگه میگیرن. یک کلا، دستمال، یک آینک، خستگاه، یک چیزی میگیرن دیگه از این بازار. باید یک چیز بگیری که نگیری دیگه چه امکان نداره. یه چه امکان نداره دیگه. به خاطر اینکه این هفته بنده امیرم خیلی تیز است. اما هوایش پاک است، خیلی تیز است. کلاه و عینک و این چیزا ضرورت است اینجی. ضرورت است. یک تا عینک دارم، بعض دوستا گفته بودن که این عینکای تا پوشیدی که بخاین فرمش خط خط شده. دیگه بازم خط خطی باشه خیر است، عینک نمیگیرم که مصرف زیاد میشه. شوخی میکنم. حالا پس خوب است که یک کلاه و دستمال بگیریم. چقدر کلاه مقبول است؟ یا مقبول است؟ خب متاسفانه که رنگش زنانه سکره، هم رنگ یخنقاق و مست. مردانه این طرف هست، یعنی کل مردانه است. مردانه است و مردانه است و مردانه است و مردانه است. کل مردانه است. اصلا بیشتر کلاهی که دیگر در بامیان رواج داره همی کلاه همی کلاه است. همی کلاه چیست؟ ازارگی میگه. کلاه ازاره، ازارگی میگه. دیگه با گردشگری برابر شد. گردشگری برابر شد دیگه. حالا بخیر بردم و به سرای بندم و انشالله میریم. از خودم این بازار برای ما بگو، در این بازار چی و فروش میرسه بیشتر و فعلا که تجمع خیلی زیاد است نه این وقت سال در بامیان؟ در این بازار یعنی آینک هست، کلاه هفتوی است، دیگه چیزای دستباف است. خود چند شتالی چیزایی که ما گرفتم؟ این چیزایی که شما گرفتین خود 2500 میشه دیگه. 2500 افغانی هم کارا حساب میکنن دیگه. ما هم به اجازه بریم. مقصد بخیر و سلامت تونه کردیم. قربان شما. تشکر. خب دوستا ما مایستا ایستا بیرون میریم، بریم ببینیم که دیگه چی در مسیر را با ما سر میخوره و همچنان همون تو ایستا ایستا بریم چقدر زیباست و آبشارهایی که از بند امیر جدا میشه به این طرف. میریم دانه دانه با هم یک جا میبینیم.
دوستان اینجا هم یک غرفه دیگه است که یکی از خواهرای ما مصروف کاروبار هستن. سلام خواهر جان، خوب هستین؟ سلام، بخیر. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ شکر، بخیر. سلام، اسمتون چی است؟ خدا اگه معرفی هم بکنین خوب تر میشه. اسم من رقیه است. خانم رقیه، خانم رقیه، امی لاکت مفروشین، همچنان دستبندکای خیلی چوچه و مقبول برای نینوگکای قندتان. چطور از کاروبارتان، فروشاتان این روزا که بیشتر هموطنهای ما به سیاحت به طرف بند امیر میان؟ شکر خوبه. خیلی خوب. اینجا دوستان من بعض لباسهای دست بافی را هم میبینم. این کار خودتان است؟ آره، کار خود میدیگه. چقدر زیبا و مقبول از دوستان. این پیرانک است نی؟ پیرانک بلده زمستانه بوده. خب خب، بامیان که هوایش همیشه وقت سردستم، روزی گپ چندین بار دیاد کردم به خاطر ازی که ما از روزی که بامیان آمدیم خونک خوردیم. آره، خونک است دیگه بامیان دیگه. بله، هوا نسبتا سرد است. خب مک میبینم بیشتر از اینا برای دختر خانم هست، برای مرد و بچه هم چیز داره نداره؟ آره، اینا بلده بچه های نیا. خب دیگه اونا مال دختر های. مال دختر های هست. اینا مال دختر های. اینا برای بچه هاست گفتیم؟ آره، اینا مال بچه های. خب یک دانه خب برای ما هم تقدیم میکنی؟ تشکر بگرد. خب به ذوق خودتان هر چیزی که لازم میبینین مقبول تر است، اما خوب تر است برای ما؟ نمیدونم، ما یعنی میره خوش هاشم آبه. وقت که خیلی مقبول است، این نگینش چی است؟ نگینش عقیقه. عقیقه است. اینا دوستای یک دانه گردن بندم گرفتم، ولی فکر میکنم که دیگه هم کلا دارم هم دیگه یک زرگک. خب خیری را بعدا میپوشیم. بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر، سلامت باشید. بخیر باشید. تشکر. خب از حالا میریم، گفتم که همون تو گردش کرده میریم و وابا جان تهیه کننده ما که هر چیز امروز خوشم آمد میگیرم. خوشایند است واقعا امی آب و هوای بند امی و امی طبیعت زیبا. دوستان چقدر نزدیک میشیم، هوا هم سرد شده میره و یک شمال خیلی خوشایند و مزه‌دار است. کفشای ما تر شده، باید بکشم. دوستان در کنار امی آبشار زیبا هستیم که خیلی پیشترم یاد کردم که یک هوای خوب و کاکام چقدر عاشقانه خوب عکاسی داره. سلام علیکم. سلام آقا، خوب هستین؟ خوب هستین. شما خوب هستین؟ شما بخیر هستین؟ انشاءالله. تشکر، زنده باشید. بیاین این طرفتر، میشه خدا به دوستا هم وطنهای ما معرفی کنی؟ نام محمد ناصر انتظار است. چهار روز میشه که از کابل آمدیم، فقط امروز در بند امیر آمدیم و این بند که شما میبینین برای این بند هیبت یاد میشه، یک پدیده طبیعی. بله، خیلی زیبا. جیولوژیکی است. اگر شما بالا برین در داخل ببینین، رنگش رنگ کاملا لاجوردی است. انشالله که میریم. مرا به خاطر از اینکه در ترکیب خود کلسیم کربنیت داره یک مقدار کم، از همون خاطر رنگش لاجوردی بالون میشه. بسیار مقبول است، بسیار زیباست. خیلی همه طبیعت زیبا ساخته. طبیعت بسیار زیباست، امنیت هم بسیار خوب است. با فامیل آمدی یا تنها؟ با فامیل آمدیم، وضعیت بسیار خوب است. خیلی خوب. از کابل آمدیم دیگه؟ از کابل آمدیم، بله. بسیار خوب. مرم یک چیزی که مشکوکم ساختم یه تخلص زیبایت بود، چطور که انتظار با خود تخلص انتخاب کردی؟ خب دیگه مربوط خود باز. نه، اگر کنم قصه داره با دوستان بگو. یک دوره فکر میکنم که خوب عاشقی را سپری کردی. نه، فرق میکنه. من براد از عشق مجازی نیست. بله، انتظار کسی هستم که به روزی دنیا را عدل داد بسازه که معنی ما بود است. به به، بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. بخیر و سلامت باشین. اگر حرف پیامی هم دارین کامرو در خدمت شما. تشکر لطف کردین. دیگه پیام خاص ندارم. میبینیم که طبیعت هم بسیار زیباست، امنیت هم بسیار خوب است. هر کس هر و هموطن ما میتونه دیگه ببینه. من امروز دیگه بسیار خوش هستم به خاطر از اینکه من وطن دارای سیک خود دیگه دیدم، وطن دارای ویندوی خود دیگه دیدم، ازبک و پشتون و تاجیک و هزاره کلاگی نمیشه شش تا بیشتر یاد کردم. گفتم امی فضا را که خیلی زیباتر ساخته، امی وحدت و همدلی ما است که از هر قشر دست به دست هم دادیم و یک فضای خیلی خوبی را تا
تشکیل دادیم. حتما دوستا را دیدیم که از ولایت بدخشان آمده بودن که خیلی فاصله زیاد است، مثلا از ولایت های خیلی زیبای دیگه هم آمده بودن که از این طبیعت زیبا لذت بردن. آمده بودن از اسفرا، آمده بودن از گریشک، آمده بودن. واقعا محیط بسیار زیباست. تنها آدم وقتی میره نمیده دوست احساس کرده میتونه. بله، بخیر و سلامت باشین. قربان شما. تشکر. خب قسمی که کاکا گفت که طبیعت خیلی خوب است و دوستا و هموطنان را میبینین با شمول دختر خانم ها، محسن ها، مادرای عزیز ما که آمدن و از این فضا لذت میبرن و این آب هم میبینین دوستا که اما یک آب مزدار است، یک آب سرد خوشایند. خب پیشتر نمیرم که مزاحم دوستام نشم، شما هم چند تصویر خیلی زیبا از نمای اینجا را ببینین. در ادامه برنامه با ما باشین و ما مایستا ایستا میریم به طرف خود بندامیر، ای که چه قصه ها اونجا است، شما ما را دنبال بکنین. هیزو و بالاخره قدم زده رسیدیم به سر بند امیر. طبیعت زیبا بازم شد، طبیعت زیبا اما واقعا که خوشایند است دوستا. حالا هم گفتم که میخوایم کم هم درباره خود از این بندایی که اینجا هست صحبت بکنیم، همه دیگه یک قایقرانی بکنیم، از این فضا هم لذت ببریم. اینم اینجا یک دانه مرغویگه که هست، خوب است که داریم بشینیم. اجازه است؟ به به. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ جان جور هست؟ بخیر هستین. عافیت دار ان شاء الله. شکر. روزی خور روزی خودم میخوره. بله. حالا خوب است که خودم معرفی هم بکنی برام. نسل‌الله قاسمی هستم از ولایت بامیان، اومدم تفریح بند امیر. بسیار خوب، بسیار خوب. از فعلا هم در بامیان زندگی میکنی یا در کابل زندگی میکنی؟ فعلا در خود بامیان زندگی میکنم، در مرکز بامیان. بسیار خوب. فکر میکنم کشتی خرابم گرفتی، هر چقدر پایدل میزنی نمیره، فکر میکنم که سرچپا پایدل میزنی. خب بخیر، مسیر کجاست؟ مسیر اینمی بند ایبت است که ما و شما فعلا هستیم. خب ایره به نام بند ایبت میگه؟ ایره به نام بند ایبت میگه. دیگه او بالا بند پودینه و پنیر و دیگه ایش نامش یاد میرفته. خب هفت بند هستم اینجا. بسیار خوب. بیشتر دوستا و هموطنان فکر میکنم که زیادتر که میان دمی بند هیبت دیگه. همین بند هیبت ما به خاطر قایقا همینجا است، بلندون نیست قایق. آها. آه. دیگه بند بلنده اونجا قایقا رفته نمیتونه. خب خب. دیگه کدام بند است؟ یعنی بلندش این بند هیبت ای بلنده بند پنیر، از او بلندش هم بند پودینه میگه. خب. دیگه یعنی می تا هفت بند است اینمینجا. هفت بند. بله. بسیار خوب. هفت بند است. که هر کدامش طبیعت خودش داره. داره. آه. هر کدامش هم زیبایی خودش داره. تمام امی هفت بندی که از به این شکل آب زیاد دارن یا نه؟ فرق میکنه، بازش کلونه، بازش خورده. اوش مونتا یک قسمه برمید لبی. جه کلن اوش یک قسمه. خب. بعض دوستان که ما میبینیم اینجا در این وسط ها بازی هم میکنن. بله. از عمق بند امیر اگه برای ما بگویی. عمق زیر توبال دیگه کس پیدا نتونست، ما که خودم ندیدیم دیگه. مردم از قصه مردم که خارجی ها آماده بوده و پایین شده دیگه عمق زیر پیدا نتونست تا حالا. تا فعلا هم عمقش پیدا نشده که چقدر عمق داره. آه پیدا نشده. بند امیر که هست اینال از این بعد سرد میشه. باز در چه؟ در ماه جد سر زیر کلن یخ میزنه. خواه خواه. یخ میزنه اینجا بزکشی میکنه بالای از این اسپا. خواه بسیار خواه. بزکشی میکنه و ساتره میکنه و اسکی میزنه از بامیان مه از یعنی در حدود چقدر اینجا را امیر حجم یخش میباشه؟ چند سانت میباشه؟ در حدود یک کنیم متر ما که خودم شنیدیم یخ میزنه. یک و نیم متر. ای که خودت میگی که ایجا بسکشی هم صورت میگیره چی؟ بله. اما که یک یخ خیلی قوی میزنه. قوی میزنه. مردم ها زمستان کس از این طرف و طرف میره، از اون طرف این طرف میره. کار و بار و طرف ها زیاد است، میره کار میکنه.
به خاطر از اینکه اتو ران نزدیکتر میشه دیگه. ران نزدیکتر میشه. بله. زمستان هم خیلی جای جالبیه. یعنی فکر کن که اینجا کلا زمینه. هیچ فکر نمیکنه که اینجا آب و بنده میره و یعنی زمستان که میشه که به می شکل میباشه. ماهی هم داره این بند؟ ماهی داره بله. چه قسم ماهی؟ سابق خیلی ماهی داشت ولی یک ذره مردم زیادتر گرفته ده سالا کمتر شده و این سال کم کم داره. خب او زیر مو زیارت نقاط بیشتر ماهی خالدار است من دیگه. ماهی شیر ماهی است خال نداره هیچ. خب شیر ماهی. شیر ماهی داره. بسیار خوب. مانده خو نشدی؟ نه مانده نشدیم. واقعا آدم هر چقدر که زمین طبیعت و زیبایی اینجا بگه کم است. ما میخوایم همون تو استاده شما از این آب و هوای خوشایند نفس های عمیق بگیرم. زیباست دوستا، واقعا زیباست. هر چقدر که بگوی انازم زیباست. دوستا را میبینین که نام خدا تمام دوستایی که آمدن یک قایق با خود گرفتن و از این فضا لذت میبرن. گفتم پیشترم یاد کردم که بعض دوستا آب بازی میکنن دیگه. امیدوار هستم که غرق نشن که خدای ناخواسته و تمامشان آبازهای خوب هستن و بخصوص وقتی که آفتاب تابش مستقیم میداشته باشه اینجا بیشتر و زیادتر مقبولتر و خوشرنگتر میشه. از مرکز بامیان تا بند امیر فکر میکنم که حدود چند کیلومتر فاصله است؟ کیلومترش که یادم نیست یک ساعت زیادتر رو از خودم اولاد بامیان هست و همه کمی هم مشکل که است و باز تکر کردیم. باز تکر کردیم. نجرت جان یک خاطره جالب تا بر ما قصه بکو. خاطرات جالب سابقا که بود اینجا قایقا نبود. بله بله. وقتا سابقا مردم ها توبی موتر می آورد هوا می داد در بالایش کم کم اینجا می آمد. توب بایسکل می آوردن؟ توب بایسکل که هم نمی شد موترسکل می آورد. خواه دیگه توب موتر بود اینمی چیزا بود. مردم ها کم کم اگزی واسکت ها نو بر اومده بود. خواه ولی فعلا دیگه این قایقا هست خوبه که مردم راحت تر شده. از این قدم قایقای برقی بیاره مردم بگرده خوبتر میشه. خوبتر میشه بله بله بله. ولی خوبتر ولی هم فعلا خوبه بد نیست. میگن غرق هم شدی یک بار؟ نه غرق نشدیم. نشدیم خدا رو شکر. غذا کردم. دوستا یک گرده کوتا زدیم واقعا که خیلی هم خوشایند بود. تشکر میکنم از خودم نصرت جان. وقت اوقاتت خوش باشه، خوش بگذره دیگه. با تمام هموطنان عزیز ما خوش و خندان باشی. زنده باشی. شما خوش باشی. سلامت باشی. خوش آمده. دوستا واقعا یک کیف کردیم. هرچقدر که تعریف بکنم کم است. خیلی هم خوش گذشت و حالا میخوایم که بریم به این زیارتی که میگن قدمگاه حضرت علی است. چند لحظه اینجا هم صحبت داشته باشیم. شما هم در ادامه برنامه با ما باشید. خب دوستا رسیدیم به مسجد شریف و همچنان قدمگاه حضرت علی. کاکا جان سلام برسه. خوب است انشالله؟ ساعتون خوب است؟ بخیر هستی؟ شکر آرام باش. میشه خودم معرفی هم بکنی برای ما؟ معرفی من به نام سید مرزا حسین از این بند امیر است. خب بسیار خوب. چند سال میشه که در این بند امیر زندگی میکنی؟ در این بند امیر 61 سال عمر دارم. همینجا بودم. خب همینجا بودی؟ بسیار خوب. در مورد امی قدمگاه حضرت علی برای ما بگو. قدمگاه حضرت علی چیزی که ما از کلانای خود شنیدیم
این قدمگاه به زمانی شروع شده که شاه بربر بوده. خب حضرت علی آمده اینجا بنده بسته کرده، اژدها رو بامیان هم کشته دیگه. ای باز هم بند عباده بالا سه بند است به نام بند پنیر، بند پودینا، بند ذوالفقار. خب بسیار خوب. دیگه یک بند همی پول که آمده به نام بند قنبر که کندش در دوره عبدالله خان او پایینش یک بند است به نام بند غلامان. بند غلامان همی هفت بندی که هست. همی هفت بندی که هست. دیگه این همی چیزی که ما از کلانای خود شنیدیم و سابق بوده قدمگاه حضرت علی اینجا که آمده این مسجد نماز خونده خود و پیش که بوری اونجا دیست و زانویش فامیده میشنده که همینجا آمده حضرت اینجا آمده نماز خونده بنده بسته کرده و رفته. خب این دوستامو حکایت های فولکلور است که سینه به سینه انتقال کرده، واقعا که یک جای متفاوت تر است همین ساختمان. از در مورد این قدامت خود از این ساختمان اگه برای ما بگه این تازه جور شده یا از این قدیم آمده بود؟ نه، ساختمان قدیم به نام قول محمد خان. خب این کسی بوده که این ساختمان زیارت هم جور کرده و یک کنده در دشت گزگ کامرد این را هم جور کرده. دیگه این موفق نشده، دیگه این را قدر تصمیم داشته که قدر بالا ببره که سیغان از اینجا دیده شده. سیغان از اینجا دیده شده؟ از اینجا دیده شده. من تا دو منزل جور کرده دیگه موفق نشده دیگه بر شکل که شده. خواه خواه خاطره ما داریم شد. بسیار خوب. مصروف چی کاروبار هستی پدر جان؟ خودت اینجا چی میکنی؟ خودم فعلا اینجا کراچی پول اسرازی دارم. خواه خواه بسیار خوب. چطور از باس این روزا که دیگه دوستا میان بگردش حتما که کاروبار خودم خوب تر است؟ خوب و شکر بد نیست. بسیار خوب. بخیر و سلامت باشی. خوشحال شدیم از صحبت های شیرینه. بایزد باشی. زنده باشی. دوستا هموطنهای عزیزم، رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم از داشته های ما هم لذت برده باشین و من مطمئن هستم که لذت هم بردین. تا برنامه یه بعد تک تکتان به خدای حق مسپارم. سبز و خورم باشین و لبهایتان هم پر از خنده باشه. زنده باد افغانستان، پاینده باد افغانستان.